شما با پروگرام دری رادیوی SBS هستید. خدمات کمک به افراد بیخانه در سراسر استرالیا با چالش های غیر ممکن روبروست، زیرا هزینه های به دست آوردن مسکن در سطح بحرانی باقی مانده و تقاضا برای خدمات این ادارات افزایش یافته است. گزارش جدیدی از اداره امپکت اکانومیکس نشان داده است که بعضی ادارات خدمات برای افراد بیخانه از ارائه کمک به خانواده های بیخانه ابا می‌ورزند، زیرا منابع کافی برای کمک به آنها ندارند. This is somebody at probably your deepest point, your darkest point, reaching out for help. And that no one answers the call and that call goes unanswered would be a pretty harrowing feeling of hopelessness, you know, of, well, where do I go to now? If these are the people that are meant to be there to help me and they can't answer my call, you know, where do I go now? این انجلا جکسون مسئول اداره امپکت اکانومیکس و نویسنده گزارش است که میزان بیخانگی را مورد مطالعه قرار می دهد. گزارشی که واضح می‌سازد چگونه ادارات کمک به اشخاص بیخانه با مشکلات مقابل هستند که حتی نمی‌توانند به تلفن‌های آنها جواب دهند. این گزارش 23 اداره خدمات بیخانمانی را در یک دوره دو هفته‌ای مورد بررسی قرار داد و نشان داد که در این مدت برای بیشتر از 200 ساعت مجبور به بستن درهای اداراتشان بودند و همچنین 325 ساعت تماس‌های بی‌پاسخ و 660 ایمیل را ثبت کرده بودند که برای آنها جواب نداشتند. پال مکدونالد رئیس اداره انگلیکر می گوید این حالت مشکلات شدیدی را برای هر دو عرضه کننده و تقاضا کننده به بار می آورد. The surge in demand, I'd have to say, is relentless in the sense of the numbers of and ranges of different people. Demand versus supply is like looking at a seesaw in which the weight is heavily down one end. We're seeing a new demographic of the young adult seeking housing or not being able to get into the housing rental market. Women and their children, victims of family violence, unable to move easily into housing options for them. این افزایش تقاضا به این معنی است که خانواده های دارای فرزند که به دنبال مسکن اضطراری هستند نمی توانند در موقع ضرورت کمک دریافت کنند. در حالی که هر دو روز یک بار افراد بدون فرزند رد می شوند. در هر نو روز یک بار تقاضای کمک از جانب افراد زیر سن قانونی بدون همراه رد می شود. انجلا جکسون می گوید عده ای از تقاضا کنندگان موفق می شوند این کمک های خدمات بی خانمانی را به دست دارند، اما کارگران این خدمات در تصمیم گیری در مورد این که به چی کسی کمک کنند با انتخاب های غیر ممکن روبرو هستند. There isn't enough long-term housing for them to go into, so they're staying in services for longer, which means there's less emergency accommodation available. And so the sort of calls they're making are, and we heard this from, you know, providers, is, oh, well, you've got children, but, oh, you've got a car. Well, sorry, you can sleep in the car then, because our first priority is people with kids with no car. It's pretty difficult to defend, I think, for a country like Australia, as wealthy as we are, that people are in that situation where homelessness services are turning, you know, having to triage between families with and without cars. این گزارش میگوید که یکی از دلایل اصلی افزایش بیخانمانی نگرانی هزینه بلند کرایه خانه است. تعداد افراد بیخانه در معرض خطر در سراسر کشور 63% افزایش یافته که در حال حاضر به 3 میلیون نفر رسیده است. این ناشی از کاهش چشمگیر خانه های کرایی و افزایش قیمت ها و عدم موجودیت هزینه های کرایه خانه برای هم است. کیت کالوین رئیس خدمات بیخانمانی استرالیا می گوید مردم از این ناحیه بسیار آسیب پذیر شدند. An actual incident that triggers homelessness, like, and that's the negative shock, like losing some income, like losing your job or experiencing family violence and having to leave the home that you're in. پول کمکی برای پرداخت کرایه خانه و افزایش در خدمات یافتن خانه می تواند این مشکلات را کم سازد. همچنان او تاکید می کند که حکومت باید در قسمت پایین آوردن مصارف کرایه خانه همکاری نماید.
The real fat problem in the rental market is there's just not enough low-cost rentals that are available. And so that creates two problems. One is it creates really intense competition for the few rental properties that are low-cost that are out there, which pushes up their price, but it also means people miss out. And there's also the fact that rents keep increasing. You know, the most important solution is government putting more low-cost rentals into the market by investing in social housing. این گزارش مشکلات بی‌خانگی در حال منتشر می‌شود که حکومت فدرال تلاش دیگری برای تصویب سیاست مسکن طولانی مدت خود در دو هفته آخر سال را انجام می‌دهد. حزب کارگر سعی کرده است که یک طرح را تصویب کند که به خریداران اولین خانه اجازه دهد مجبور به پیش پرداخت کمتر باشند. حکومت همچنان تلاش کرده است تا یک طرح اعمار خانه با منظور به کرایه دادن را اجرا کند که بر اساس آن کسانی که به منظور به کرایه دادن خانه می سازند مجبور به پرداخت مالیات بیشتر نباشند. انجلا جکسون می گوید اجرای این اقدامات ممکن است زمانگیر باشد. به این منظور خدمات کمک به اشخاص بی خانه برای مراقبت از افرادی که نمی توانند منتظر بمانند به بودجه بیشتر نیاز دارند. We see that, you know, the funding of specialist homelessness services programs have been withdrawn in recent times in that sort of post-pandemic period. The social housing build is important, but it is in many cases just replacing existing stock rather than building new stock. And so certainly what we're seeing, I think, in Victoria is there is going to be an ongoing need and demand for public housing alongside ensuring that the homelessness supports remain sufficient to support people who are both at risk of homelessness and also experiencing homelessness. میخواهید این گونه گزارش ها را بیشتر بشنوید؟ با این گزارشات از طریق اپل پادکاست، گوگل پادکاست، سپاتیفای و یا هر جایی که پادکاستتان را می گیرید گوش دهید.